شورای علمای تاجیکستان در مراجعه خود به ساکنان کشور اظهار نمود که عنعنه ایدگردک کودکان خانه به خانه گشته به خاطر فرارسی عید فطر عید رمضان شیرینی ها گرفتنشان برخلاف احکام های شریعت و مذهب حنفی بوده است ولی به گفته های خیش دلیل عنیق نوارد. با عقیده رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده ایدگردک از یک جهت به کیسه ساکنان کشور ضرر بوده از جهت دیگر به سلامتی کودکان خوف ایجاد میکند. عنعنه زیرین در اسلام وجود ندارد. غیر از این عنعنه زیرین را همه ساکنان کشور رعایت نمیکنند، خصوصا منطقه های شمال و شرق کشور، میگوید در مراجعه خود سید مکرم عبدالقادرزاده. خوردن طعام کراهیت دارد، مکروه است. چرا غیر از این عبدالقادرزاده کسانی که به خاطر جشن عید سخاوتمندی کرده معرکه تشکیل میکنند آنها را اسرافگر نامید. بنابر این از تشکیل چنین دسترخوانهای دستگشاد ساکنان کشور را به خودداری نمودن دعوت کرد. در عرفه جشن عید فطر پرزیدنت تاجیکستان رحمان نیز به ساکنان کشور با مراجعه زیرین برآمد کرده گفت به تقلید بیگانه و اسرافکاری رحمه دهید، با تحمل باشید و صرفه‌جویی کنید، به جای دسترخوانی دستگشاد با اخلاق نیک کفایت نمایید، ابراز نمود او. یادرس میکنیم که نسبت جشنهای غیر اسلامی از طرف شورای علمای تاجیکستان مراجعتی کرده نشده است. برعکس سید مکرم عبدالقادرزاده نسبت جشن عید جاهلیت نوروز گفت امروز نوروز همچون عید بهار قبول شده است. عید سرشوی کارهای موسم بهار. اگر بخواهید عمل شایسته انجام دهید، طعام تیار نموده به یتیمان خیر نمایید. این عمل شایسته است و شریعت عملهای شایسته را قبول می نماید. اینچنین روحانیان رسمی در خصوص جشن عید سال نوی از طرف ساکنان کشور نیز خیرخواهانه ابراز نموده بود. جشن گرفتن عید سال نو این یک عنعنه است نه عبادت، ابراز نموده بود شورای علما. ولی دسترخوانهای دستگشاد که در عید سال نوی کرده می شود مذمت نکرده بود. جالب دقت است که کشاد و پروسعت جشن گرفتن دو عید در اسلام عید فطر و عید قربان از جانب شریعت قانونی گردانیده شده است. الله اکبر. مسلمانان تمام جهان قریب 1.5 عصر می شود که چنین حالت دینی را محافظت کرده می آیند. مهمانان را تکلیف نموده با کودکان ضیافت تیار میکنند که طبیعی در ذهن کودکان قیمت های اسلامی استوار جای میگیرد. این باعث نفرت پیدا کردن رژیم رحمان میگردد. از این رو عبدالقادرزاده قرار کرده است که با ساکنان کشور مراجعت نماید. ما